در ترکیه روز 16 اپریل رای پرسی عمومی درباره اصلاح قانون اساسی و یا کنستیتوسیا برگزار می شود. این رای پرسی که در داخل و خارج ترکیه منتقدان زیاد دارد و به گفته اونها قدرت و صلاحیت های زیادی را در دست یک کس و رئیس جمهور فعلی رجب طیب اردوغان می دهد. اصلاح قانون اساسی هم پیشنهاد خود رجب طیب اردوغان است و به گفته او هدف از آن تامین ثبات سیاسی در ترکیه است که الان نظام اداره پارلمانی دارد. درباره این رای پرسی بحث برانگیز صحبتی داریم با عباس جوادی مدیر منطقوی رادیو آزادی. آقای جوادی به برنامه ما خوش آمدید. و با نزدیکتر آمدن روز رای پرسی نظرسنجی ها چی را نشان می دهند؟ ممکن است مردم به طرفدار اصلاح قانون اساسی رای بدهند یا مخالفان بیشترند؟ سازمان های نظر پرسی در ترکیه نتیجه های مختلفی می دهند و روزنامه ها و میدیای اروپایی غربی بر این نظر هستند که این نظرپرسی هایی که در ترکیه انجام می گیرند زیاد قابل اعتماد نیستند، به خاطر اینکه چند جهت. یکم به این سبب که اکثر این سازمان هایی که نظرپرسی می کنند، رای پرسی می کنند قبل از انتخابات تندنسی های سیاسی دارند و وابسته به گروه های سیاسی یا احزاب سیاسی هستند. و از طرف دیگر اکثر اینها ترانسپرنت نیستند، آشکار شفاف نیستند. یعنی نمیگویند که از جهت مالی از طرف کی تأمین میشوند، پول میگیرند، از کی پول میگیرند، یا مثلا این رای پرسی رو از چه طریقی میکنند، از طریق تلفن شخصی، در کدام جاها میکنن این انتخاب، این رای پرسی رو. بنابراین بسیاری از کسایی که در خارج مخصوصا در اروپا تحلیل میکنن از این و این رای پرسی هایی که در ترکیه میشوند اعتماد زیادی ندارن. یکم دوم اینکه واقعا هم در ترکیه نتیجه های رای پرسی های مختلف از طریق حداقل سه تا سازمان رای پرسی بزرگ که دو تاشون بیشتر تمایل طرفدار حکومت دارن، یک تاشون مخالف حکومت دارن، تماما از همدیگر فرق میکنن و معلوم میشه که هر کس با هدفی که از پیش از رای پرسی برای خودش گذاشته است نتیجه گیری میکنن. دو تاش نشان میدن که گویا آری اکثریت خواهد آورد، سومی نشان میده که نه بیشتر خواهد بود. بنابراین ما زیاد واقعا نمیتونیم اعتماد کنیم به این نتیجه. آقای جوادی، واقعا در ترکیه حالا هم وضع فوق‌العاده است که بعد از تبدیلات نافرجامی دولتی اعلان شد. مگر برگزاری انتخابات در چنین شرایطی در حالت وضع فوق‌العاده درست هست، مشکلاتی نداره؟ خب این هر کس نظر سیاسی دارد در این مورد. اگر از من بپرسید بدون اینکه جانب یکون حزب رو من بگیرم و یا اصلا اصولا منفعتی هم در این کار ندارم، ولی ببینید در شرایطی که بعد از این اصطلاح تبدلات نظامی و یا ادعای تبدلات نظامی قریب 500 هزار نفر از کارمندان دولت اخراج شدند، در این شرایط و شرایطی که هر کسی رو که صدای مخالفت رو در بیارد بلند کند با عنوان اینکه شما هم طرفدار تبدلات نظامی هستید، طرفدار گولن هستید و تهدید میکنن، در این شرایط واقعا انتخابات چی هست؟ خیلی میتوند واقعا منصفانه و درست باشد؟ جای شک دارد. یک. دوم، شما فرض کنید که در جنوب شرق ترکیه جاهایی که کردها زندگی میکنن، اکثریت، نه همش کرد ولی اکثریتشون کردها زندگی میکنن، مجموعا 500 هزار نفر از خانهشون بیرون کرده شدن و یا نه اینکه خودشون کوچیدن به خاطر زد و خوردها با ارتش دولتی ترکیه بین اونها و میلیتانت های حزب کارگری کردستان ترکیه. بنابراین 500 هزار نفر قادر به رای دادن در این رفراندوم نخواهند بود. 500 هزار نفر و این بسیار تاثیر زیاد دارد. بنابراین اینها همشون یک سایه شک و تردید میاندازن به اعتبار و یا باورناکی نتیجه های رفراندوم.
ولی ظاهرا هنوز هیچ چیز نمیدانیم. واقعا طرفدارای حکومت گفتم میگویند که حتما خواهند رأی خواهند آورد، رأی مثبت خواهند گرفت برای این، و مخالفین هم میگویند نی. ولی واقعیت این است که همین امروز هم آقای اردوغان بدون اینکه کسی بتواند در مقابلش یگان حرفی بتواند بزنند، تنها حاکم بلا منازع به اصطلاح ترکیه هست. حتی بدون این رأی پرسی حرف نهایی را اون میزند، بیان هم اون میزند. حالا اینو به شکل فرمال و به شکل قانونی میخواهند بکنند که احتمال یک ده سال باز آقای اردوغان اونتا این بار رسما و قانونا حاکم مطلق ترکیه خواهد. اگر مردم مخالف رأی بدهند در رأی پرسی، طوری که ما آقای اردوغان رو میشناسیم هیچ چیز نمیشه. چون که تا حالا گفتن اردوغان بدون اینکه این قانون هم باشه، رفرندوم شده باشد، کانستیتوشن قانون اساسی عوض شده باشد، به عنوان حاکم مطلق ترکیه تا حالا بیشتر از ده سال است که عمل کرده است، بدون موافقت یگان حزب دیگر عمل کرده است. اگر نه بگویند هم همون کارو خواهد که ادامه خواهد داد، ولی حالا ببینیم چه خواهد شد.